بعد از تعدیل و اصلاحات قانون تدارکات طی فرمان تقنینی رئیس جمهور تا کنون 260 قرارداد دولتی در عرصه‌های مختلف از جمله صحت، معارف، سکتور امنیتی با ارزش 55 میلیارد افغانی منظور شده است. رئیس اداره تدارکات می گوید در این میان 28 شرکت قراردادی از اشتراک در پروسه تدارکات به دلیل جعل اسناد و فساد محروم شده و به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی شدند. 28 شرکت در جریان بررسی هایی که ما انجام دادیم از اشتراک در پروسه تدارکات محروم شدند و این 28 شرکت به سارنوالی معرفی شدند و در ادامه از این تحقیقات این شرکت ها ضمانتی که در قبال آفر یا داوطلبی خود داشتن و ضمانتشان هم به خزانه دولت اضافه شده. رئیس اداره تدارکات میگوید به صورت عموم در پروسه تدارکات مشکلات متعددی وجود دارد. نفوذ سیاسی، ارائه اسناد جعلی، دادن و گرفتن رشوت به خاطر عقد قراردادها و تعدید کارمندان و قراردادی ها از جمله موارد فساد است که فرارای تدارکات کشور قرار دارد. و این میگوید هنوز هم کسانی هستند که از شفافیت در پروسه تدارکات رنج میبرند و میخواهند پروسه تدارکات را مختل سازند. کسانی هستند که از این پروسه خوش نیستند، به خاطر که منافعشان با وجود اصلاحاتی که ما میاریم به خطر افتاده یا منافعشان از بین رفته. ما مشخصا نمیتونم از کسی یا نهاد نام بگیرم، ولی را برتون میگم که هستن. رئیس اداره تدارکات میگوید افغانستان وعده هایی را که در زمینه تدارکات به جامعه جهانی داده است فراتر از آن عمل کرده است و باور کنین فراتر از او چیزی که جامعه جهانی توقع داشت ما دستاوردهای داشتیم در این عرصه و تعهداتی که ما بر سالهای آینده بر جامعه جهانی داریم، ما پیش از پیش کار خود آغاز کردیم و یک قدم فراتر از او توقع از او هستیم. در همین حال شماری از نمایندگان مجلس میگویند اداره تدارکات مصروف قراردادی های بزرگ است و به قراردادی های کوچک که نیازمندی های مردم میباشد توجه ندارد. یک جاد پروژه است، مثلا یک پروژه ما داریم در بین پروان کابیسا یک پل است که نیازمندی مردم بسیار بر او اشد ضرورت است، خصوصا در وقت آبخیزی ها. ولی 3.5 ماه شده که در تدارکات ملی از طرف وزارت انکشاف دیات مکتوب رفته، خود ما 15 مرتبه مراجعه کردیم به اداره امور، ما نفر تدارکات ملی نمیافهیم که لااقل همی کار سرعت ببخشه. هیچ کس صدای مردم نمیشنه و کلی یا مصروف پروژه بسیار کلان است، پروژه خرده که نیازمندی مردم به او زیاد است، به او رسیدگی کردن نمیتونن. رئیس اداره تدارکات میگوید فسادی که در وزارت دفاع ملی در گذشته در عرصه تدارکات وجود داشت تکرار نخواهد شد و این میگوید در سال آینده پروسه تدارکات وزارت دفاع ملی یکی از بهترین و شفافترین پروسه تدارکات کشور خواهد بود.